یه زن چطوری وارد ارتش میشه؟ با کنش مردها به یه زن پلیس یا یه زن داره درجات نظامی چی هست؟ عراضی ممنوعه نگاهی داره به آموزش زنهای پلیس در افغانستان ببینیدش؟ سلام حسن سرچو هستم خیلی خوش اومدید به سینما کوچکی آپارات وضعیت زنها در سالهای اخیر در افغانستان با وجود همه سختی ها در قیاس با دوران طالبان به تدریج تغییر کرده و اونها در بخش های زیادی وارد عرصه کار شدند محمد رنجبر فیلمساز افغانستانی در مستند اراضی ممنوعه به سراغ دخترهایی رفته که دلشون میخواد در عرصه نظامی و انتظامی فعال باشند این دخترها برخلاف همه فشارهای مذهبی سنتی و اجتماعی به دنبال این هستند که در صفوف نظامی و انتظامی افغانستان جایی برای خودشون باز کنند آقای رنجبر متولد افغانستان هست و از دانشگاه هنرهای زیبایی کابل لیسانس فیلمسازی گرفته و از سال 2009 هم با سازمان های مختلف بین المللی در افغانستان همکاری داشته چند تا فیلم مستند و داستانی هم ساخته در طول این سالها پیش از این از او در همین برنامه آپارات دو فیلم دیگه دیده بودیم به نام حقیقت گم شده و هدیه مادر برای صحبت در مورد این فیلم از او دعوت کردیم که از راه دور مهمون برنامه ما باشه و به سوالات در این مورد پاسخ بده همینطور عبدالحسین دانش فیلمساز و صاحب نظر در سینمای افغانستان از گوتنبرگ سوئد با ما هست و اینطور عادله محسنی حقوقدان و فعال مسائل زنان در افغانستان در لندن با ما هستند تا در این فیلم صحبت کنیم ممنون از حضور هر دوی شما خب به اتفاق فیلم رو ببینیم و بعد در صحبت میکنیم ببینیم فیلم رو این ممنوعه رو دیدیم ساختی محمد رنجبر یه مسند گزارشی و دسترسی نسبتا منحصر به فرد به مرکز آموزشی و نظامی در افغانستان آقای رنجبر از راه دور میهمان برنامه ما هست و همینطور عبدالحسین دانش فیلمساز و سب نظر در سینمای افغانستان از گوتنبرگ سوئد و عادله محسنی حقدان و فعال مسئله زنان در لندن در سینما هر دو اینها با ما هستن فرصت کوتاهی که داریم درباره این فیلم صحبت میکنیم گفته گروه با محمد رنجبر آغاز میکنیم آقای رنجبر از اسم این فیلم شروع کنیم اسم فیلم رو اصلا چرا گذاشتید عراضی ممنوعه مثلا نذاشتید منطقه ممنوعه جناب سلحجه چون این فیلم ربط با عراضی یا امو فیلدی که سربازه اونجا تمرین میکنن داره و چون این این اراضی برای قشر اوناس یا بخش زنها یه جوری ممنوع هست به او خاطر من فیلم اسمش گذاشتم اراضی ممنوعه آقای دن شما چطور دیدید این فیلم رو؟ فیلم روایت گزارش گونه داره روایت گزارش گونه داره شخصیت اصلیش فاطمه سادات هست در آغاز فیلم که یک افسر ارتش است افسر بلند رتبه ارتش است و در لا و لا به نوع به فاطمه سادات میپردازه پردازه فیلم ولی بخش عمدی فیلم به صورت گزارشی اختصاص داده به دیگر زنهایی که وارد ارتش شده و در مجموع یک ساختار گزارشی داره فیلم آقای رنجبر چی شد که اصلا رفتین سراغ ساختن فیلمی درباره مسائل آموزشی زنان در عرصه نظامی چون زمانی که من این فیلم رو ساختم قبلش همون, همون وقت و قبلش من با نیروهای ناتو کار میکردم و این باعث شد که من یک دسترسی ویژه داشته باشم اونجا به همون دلیل رفتم سراغ این خانم ها اشاره کردن به به تمرکزشون روی موزه در این حال فیلم آقای دانش خیلی به نظر میاد روی شخصیت ها تمرکز نداشته به جز البته اون فرمانده جوان و زیبایی که در اوایل فیلم میبینیم شو در طول فیلم صحبت میکنه روی شخصیت های دیگه خیلی تمرکز نداره فکر میکنید چرا فیلمساز نتونسته بره سراغ شخصیت های دیگه من فکر میکنم شاید چهار یک نو گومی بوده فیلمساز وارد این پروژه شده ارتباط گرفته با فاطمه ساداد یا با شخصیت های دیگه و از هر بخش شاید فیلمساز در واقع تصاویر را تهیه کرده و بعد در میز تدوین خواسته اینا رو به نوع به همدیگه پیوند بده و مشکل دیگر شاید به دلیلی که فیلمساز خودش مرد هست و نتانسته درست نزدیک شود در هیته زنانه در حیطه ای او خانم هایی که بون آمدن در ارتش آموزش می و می جذب شوند این هم شاید یکی از عوامل بوده و عامل دیگه هم حال خب شاید فضاهای اجتماعی مثلا ما تصاویر داریم از بعض از خانم هایی که آمدن اونجا آموزش می بینن در ارتش حتی بعض هایشان به دلیل شاید تصویری چهره هایشان تا نیمه پوشش دادن بستن که چهرهشان کامل در فیلم دیده نشه شاید به دلیل مسائل برحال سنتی که در جامعه وجود داره و فیلمساز نتانسته درست نزدیک شده به اونا به دلیلی که اونا اصلا فاصله خود رعایت کردن با فیلمساز همینطور کاملا در فیلم دیده میشه آقای رنجبر شما روی چند تا از این شخصیت ها در حقیقت فیلم رو سعی کردید که جلو ببرید به این شخصیت ها. ولی در این حال شخصیت پردازی نمی بینیم و خیلی به این آدم ها نزدیک نمی شیم همونطور که آقای دانش هم گفت توی حرفاش چرا چون اتفاقی نیفتاده توی فیلمتون یعنی آدم های زیادی اومدن و خیلی ما نمی شناسیمشون تمرکز نکردید روی یکی دو نفر راستش من میخواستم شخصیت اصلی, اصلی من رو از درون این محصلینی که اونجا بودن درس میخواندن انتخاب کنم اما متاسفانه من با مشکلات اونجا برخوردم چون اینها شاید در بیرون از آنجایی که من فیلم میگرفتم اجازه آنچنانی نداشتن که با من گفتگو کنن و یا اینکه بخواهن فیلم برداری رو در بیرون از محوطه اونجا ادامه بدهم هم به به همون خاطر من سراغ تعداد افراد بیشتری رفتم اشاره کردم به مشکلاتی که در مورد حضور زنها هست در های اجتماعی به خانم محسنی وضعیت چطور هست چرا این زنها با وجود قوانین یا امکاناتی که وجود داره همچنان دچار محدودیت هستن در های کار و در عرصه اجتماع خب ما افغانستان بعد از طالبان وقتی بررسی میکنیم میبینیم که دولت افغانستان قانون افغانستان بیشتر به زنها اجازه و فرصت کاری بهشون میده ولی ای که توجهی که نشده به این که ما به هر حال دموکراسی یک روند است و باید اون روند رو طی کنیم تا جامعه برسه به پذیرش کارهایی که زنها باید انجام بده متاسفانه چیزی که اه هم فیلمساز بهش نپرداخته مشکل مشکلی که زنای افغانستان داره اینه که ما در سطح جامعه مشکل داریم یعنی مشکل ما از بالا نداریم ما در سطح جامعه مشکل داریم و این همیشه برای زنای افغانستان مشکل ساز هستش ما حضور زنا در نیروهای انتظامی و پلیس را 50 سال پیش هم داشتیم ما فرمانده های بزرگی از زنان داشتیم که الان هم کار میکنن منتها در سطح ارتش نداشتیم که این یعنی این تازگی داره برای ما خیلی کوتاه آقای دانش آیا ب... میتونیم یک همچین فیلمی رو که ساخته شده یه مسند تبلیغاتی به حساب بیاریم یا چه چیزی باعث میشه آقای دانش که این فیلم رو ما یک فیلم تبلیغاتی به حساب نیاریم و نزدیکش بدونیم به یک مستند گزارشی فیلم بر ارتش این فیلم اقلا نمیتونه تبلیغاتی حساب شده به خاطر که فیلم نیست که به نفع ارتش آمده باشه یک چیزی بسیار بسیار آمیز مثلا که نشان بده که بله ارتشی کاراره کرده در رابطه با آموزش زنها بلکه فیلم ساز میره در جستجوی مشکلاتی که ای زنها بر وارد شدن به ارتش داره اونا را در واقع منعکس میکنه در قالب صحبت ها و حرف هایی که خانما دارن مشکلاتی که در خانواده هایشان هستند و خانواده ها بعضا مثلا نمیمانن که اینا برن وارد ارتش شوند حتی ملایی که در اول فیلم مثلا میگه که حضور زن در ارتش از نظر ما حرام است پس اینجا یک موانی وجود داره خود فاطمه صادات هم در ارتش دچار مشکلاتی بوده که همکاران مردش در واقع مشکلات را به عنوان جنس زن با این مقابل بوده در واقع آقای رنجبر آیا شما در طول ساخت این فیلم با محدودیت ها یا به حال مشکلاتی روبرو بودید از ناحیه فرماندهان نظامی یا اون مرکز نظامی که فیلم رو داشتید می ساختید درونی مثلا در بین این افرادی که اونجا هستن دختر خانم هایی که اونجا هستن اکثریتشان اجازه نداشتن تا فیلمبرداری برداری بشن و من تا حد زیادی تلاش کردم تا از چهره آنها تصویر نگیرم اما باز هم آنها فکر میکردم که من یه جوری میخواهم که آنها رو فریب بدهم و گاهگاه گاه برای من مشکل ساز میشد و, و من تونستم که این را حل بکنم چرا میگی اجازه نداشتی از طرف کی مثلا فرماندهان نظامی اجازه نمیدادن یا کس دیگه ای مانع کار بود معمولا محیط افغانستان توری است که برای زنها اجازه خاصی نمیدهند تا پیش دوربین فیلمبرداری برداری ظاهر بشوند یا مثلا در تلویزیون ها دیده بشوند به همون خاطر فکر کنم اونها یک سری مشکلات فامیلی داشتن یعنی فکر کنم خانواده هایشان ممانعت میکردن تا ای که بیاین و در مقابل کمره ظاهر شوند و البته اینجا جایی هست که امکان دسترسی برای هر کسی فراهم نیست درسته؟ بله دقیقا این امکان دستیابی به خاطر فیلمبرداری از محیط نظامی بسیار سخت هست برای هر کسی که اونجا بخواد بره فیلم بسازه اما این شانس رو من داشتم و این دسترسی کامل رو من داشتم تا از آنجا فیلم بگیرم بسیار ممنون و متشکرم از حضور شما محمد رنجبر عبدالحسین دانش و همینطور عادله محسنی فرصت بیشتر برای صحبت در مورد این فیلم نیست از طریق راههای ارتباطی که اینجا داره زیر نویس میشه با ما در ارتباط باشید و برامون بنویسید که نظر شما چیه و گفتگوهای برنامه رو چطور دید و همینطور فیلم این هفته رو تا فرصت دیگه به اتفاق میهمانان برنامه بدرود و پاینده باشید خیلی ممنونم از